و به راستی که قرآن را برای پند گرفتن آسان نمودیم، پس آیا پند پذیری هست؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله، الحمدلله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین. سوره مبارکه آل عمران از جمله سوره های مدنی است، دارای 200 آیات، 20 رکوع. در ترتیب نزول 89 سوره است و در ترتیب مصحف سوم سوره است. این سوره با عظمت قرآن کریم بعد از سوره مبارکه انفال نازل گردیده. سوره در مجموعش دارای 3480 کلمه و 14520 حرف می باشد. این سوره با عظمت دارای نام‌های متعدد دیگری هم است که به نام سوره زهرا، به نام سوره طیبه، به نام سوره کنز القرآن، به نام سوره استغنا، به نام سوره الامان و به نام سوره طیبه نامگذاری شده. این سوره با عظمت قرآن در کلش باز امو چهار محور اساسی را برای ما شما بازگو میکند که او در حقیقت توحید الله جل جلاله در سه بادش، در توحید الوهیت، ربوبیت و اسما و صفات. خصوصا بحث محوریش سره توحید الوهیت الله جل جلاله است. بحث دومش صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و دلائل و براهین را بر این موضوع اقامه می کند که پیغمبر خدا علیه السلام صادق است. تمام پیغمبران خدا صادق هستند. پیغمبران خدا بشای خدا نیستند، شریک با خدا نیستند. سوم اثبات می کند زنده شدن بعد از مرگ را و در حقیقت ایرا در لابلای داستانهای از انبیا و گذشتگان تشریح میکند. و بحث سومش معاد، زنده شدن بعد از مرگ و اهمیت از این روز را بیان میکند. در پهلوی از این اصول میبینیم که بحث مفصلی را در رابطه با بعضی از مسائل تشریح دارد، خصوصا در رابطه با معنای جهاد و اهمیت جهاد و راههایی که انسان از این طریق به الله جل جلاله وصل می شود. حکم مانع زکات، کسی که زکات نمی دهد چی کسایی هستند و حکمش چی است. فریضه حج و اهمیت از این موضوع را الله جل جلاله برای ما شما بیان می کند. امانتداری و ادای مسئولیت در مقابل امانت ها قرآن کریم در این سوره برای ما شما بازگو می کند. مطالب از تاریخ گرانمایه رسول الله صلی الله علیه و سلم و از صحابه کرام در غزوه بدر و احد را برای ما شما بررسی میکند که این غزوات چی است، اهمیتش در تاریخ انسانی، در تاریخ بشریت چه جایگاهی دارد. سوره مبارکه به نام سوره آل عمران مسما شده که در حقیقت بازگو کننده و معرفی کردن خانواده بزرگی است که
حضرت عیسی علیه السلام در او چشم به دنیا گشوده، حضرت زکریا در لابلای از او فامیل زندگی کرده. این خانواده بزرگ را برای ما شما به خاطر گرفتن عبرت از زندگیشان معرفی می دارد. سوره مبارکه از طرف دیگری جوابی است به تمام سوالهایی که نصرانی های نجران که در حدود 60 نفر اونها کلن آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم از یمن که در 10 کیلومتری صنعا قرار دارد، از اونجا آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز دیگر را خوانده بود که وارد مسجد نبوی شدند. این نصرانی های نجران طی هیئت 60 نفری که 14 نفر اشراف نجران بودند و 3 نفر آن سمت ریاست را به عهده داشتند، از جمله آنان یکی عاقب که به نام عبدالمسیح یاد می شد، او یک انسانی بود به حیث رئیس قوم خود تعبیر میکرد گفتگوهای را به پیغمبر علیه السلام. مرد دیگری به نام سید که نام او را ایهم هم یاد کردن و سرپرستی تشریفات از این گروپ را به عهده داشت و نظم وفدش را به عهده داشت، او بود. سومش ابو حارسه که مرد دانشمند و صاحب نفوذی بود و کسی بود که کتابهای نصرانیت را یاد داشت و بعض را حفظ کرده بود، از جمله کسی بود که به نام از او فعلا هم کلیساها وجود دارد و در او وقت هم ساخته شده بود. اینی 3 نفر به اصطلاح بزرگترین مردم و که کل رهبری را به عهده داشتند و در حدود 14 نفر دیگر رؤسا و کلانا و دیگر هر کدام به پای خود مردمایی بودند که به خاطر گفتگو و مباحث با رسول الله صلی الله علیه و سلم به مسجد نبوی تشریف آوردند. پیغمبر ما علیه السلام وقتی که اونها را دید گفتند که ما هم نماز نخوندیم. پیغمبر خدا گفت که نماز تان بخوانیم. اما نصرانی های نجران در مسجد نبوی به مشکل خودشان عبادت کردند و پیغمبر علیه السلام هیچ سخنی هم با اونها نگفت و نگفت که نماز نخوانین و یا عبادتان را انجام ندین. بعد که از نمازشان خلاص شدند وارد مباحث شدند و از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مطالب مختلفی سوال کردند و این سوالا که کردن و از پیغمبر علیه السلام جوابهای خود را گرفتن، با تأسف که اسلام نیاوردن. و در اخیر امر پیغمبر خدا علیه السلام برش گفت که خیبان یک کار دیگه بکنیم. سوالا خود کلشان کردن، جوابتان را گرفتن، حالی که به حق تسلیم نمیشین و بازم پافشاری میکنین، پس ما شما صبح مبرایم، شما هم حاضر شوید، من به خانواده خود حاضر میشم و در اوجا اردوی ما سوال میکنیم به الله و میگم پروردگار هر یکی از این دو گروه که معتقد نباشد به ارزش هایی که تو برش فرستادی و دروغگوی بوده باشد، پروردگار مورد عذابت قرارش بده و هر کسی از این دو گروه که اونا راستگو بوده، پروردگار تو زنده نگهش دار. و این مباهله را امرایشان عنوان کردن. وقتی کی را گفتن؟ ایران ماندن که جواب باید واضح بوده باشه. قبلا خود تو گفت که یعنی ما صداقت تو را نمیپذیریم. وقتی که این شد پیغمبر خدا علیه السلام برش گفت که صبح میایم. صبح حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت حسن، فاطمه رضی الله عنهم را گرفته در اونجا حاضر شد. اونا حاضر نشدن و گفتن که ما را از این مباهلتین و برایتان جزیه میدیم. قرآن کریم سوره آل عمران را در حقیقت بیشترین حسیش جوابات است برای سوالهای نصرانی های نجران. هر سوال که کردن قرآن کریم این سوالها را در لفافه وحی الهی برای ما شما تشریح میکند که این سوالها تا به روز قیامت هم میکند، خوره باید یادداشت داشته باشید. این سوره قرآن کریم به 4 حصه تقسیم میشود. حصه اولش که توحید الله جل جلاله است، او را از آیه اول تا آیه 6 پیش میبرد. حصه دوم صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که تاب از آیه 7 الى آیه 101 به پیش میرود. بعد در این 101 آیت قرآن کریم 14 قبائح اهل کتاب را بیان میکند، 14 صفات نانگین اونها را برای ما شما معرفی میکند. بخش سوم جهاد در راه خداوند متعال است.
که در اینجا از 101 تا 129 این موضوع را برای ما شما معرفی میکنه، اهمیت جهاد در راه خداوند متعال و لزوم جهاد را برای ما شما بررسی میگیرد. از 129 تا به آخر سوره در حقیقت برای ما شما انفاق فی سبیل الله و تهذیب اخلاق یک مؤمن، چگونه یک مسلمان باید متخلق به اخلاق نیکو بوده باشد، چگونه عنوان در خود جای بدهد که او را بتونه تمثیل بکنه. وقتی که میگه من مسلمان هستم، همه اسلام را در خود تعمیل بکنه، تمثیلش بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. هرچه حصه اول است، الف لام میم، الله اعلم بمراده. در رابطه به حروف مقطعات ما تفصیلی صحبت کرده بودیم و یک نتیجه آخری گرفته بودیم که حروف مقطعات در حقیقت مبین اعجاز قرآن کریم است. حروف مقطعات در حقیقت وسیله سکوت برای کی است؟ اهل طغیان است. زیرا آنهایی را گفته بودند که لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، و قرآن گوش نتن و قال مقالتان بلند بکنن تا که شما غالب شوید. قرآن کریم به خاطر که اونا گوش بتن گفت الف لام میم، یک بایران من کی چی شد؟ ای خو یک گبه نمی بود. به اساس از این که همی گوشت دادن، الله لا اله الا هو الحی القیوم، نیست معبود برحق، الله آن معبودی که مستجمی تمام صفات کمال است، آن ذات عظیمی که حاجت روای مخلوق است، او ذاتی که متصف به صفات کمال است، لا اله الا هو، نیست معبود برحق مگر او، الحی القیوم، زنده جاوید و تدبیر کننده کل عالم است. ایرا برش داد، گوشش که خلاص کرد، فورا برش ای پیام بزرگ الهی را داد. و تعبیر دوم که الله اعلم بمراده، ما مراد از ایرا نمیدانم، ببینیم که حوادث زمان چگونه ایرا بررسی خواهد کرد. او ذاتی که معبود بالحق است، نیست معبود مگر او، الحی القیوم، زنده و تدبیر کننده است. نزل علیک الکتاب، نازل کر بر بالای تو ای پیغمبر، الکتاب قرآن را، بالحق براستی، مصدقا لما بین یدی، باور دارنده آنچه که پیش دست وی است، باور میکنه تورات و انجیل را. و انزل التورات و الانجیل، نازل کر تورات و انجیل را. تورات در اصل لقب است، لقب یا کلمه لغت عبری است که به معنای شریعت و قانون را می رساند. سپس اسم کتاب است که الله جل جلاله به حضرت موسی علیه السلام نازل کرده. ایتو گفته می شود که مجموعه کتب که در دوران حضرت موسی علیه السلام نازل شده برش می گویند کتب عهد عتیق. این کتب عهد عتیق از اسفار خمسه به اصطلاح تشکیل یافته. این اسفار خمسه در حقیقت که ما اگر بتانیم اونا را تعبیر بکنیم، یکی را صفر پیدایش میگه، صفر خروج میگوید، صفر لاوینا میگوید، صفر اعداد میگه و صفر تثنیه میگوید. این صفرهای است که در حقیقت تمام حوادثی که در زمان حضرت موسی علیه السلام تحقق یافته او را در خود جای داده است. بعد این نکته که اصل از تورات و فعلا هم معلوم نیست، بسا اوقات که در پاسین صفر تثنیه را که بخوانین صراحتا واقعی تدفین حضرت موسی علیه السلام را بررسی میکنه. پس این را خب بیخی میفهم که در اون زمان الله این را نازل نکرده است. و اگر تعبیر بکنیم عهد عتیق، مجموعه از علوم دینی مردم یهود هستند. الله نازل کرده تورات را و الانجیل، الله نازل کرده انجیل را. ایتو کتابی که خداوند برای ما شما الله داده که تورات را هم تصدیق میکنه و انجیل را هم تصدیق میکنه. خب کدام تورات و انجیل؟ او انجیلی که الله او را نازل کرده بود، او توراتی که الله او را نازل کرده بود، نه او تورات انجیلی که دست خورده است، نه او تورات انجیلی که فلان اونها از خودشان در روی چیزای را داخل کرده. انجیل در اصل کلمه یونانی است که به معنای بشارت و مژده را میدهد. از این خاطر انجیلی که در افغانستان بر ما تا شما تشریح میکنه و میده با نوشته که مژده به عصر جدید، ولی انجیل معنای مژده را میرساند. خوینا غلط تعبیر میکنه. مژده یعنی که حضرت عیسی علیه السلام
به خاطر گناهای موت کشته شده. یعنی هر کاری که تو میکنی آزاد هستی. یک دفعه در کلیسا برو توبه بکش گفت جور میشه. بعد اسم ابن مریم علیه السلام نازل کرده است. اناجیل متعددی فعلا ما شما در اختیار داریم و قبلا خوبیخی زیاد بود، در حدود 200 انجیل پیش مسیحی ها بود. بعد از اینکه بازد و هم ششتن و فیصله کردن که انجیل ها را کم میکنیم، یکی را در دیگه تداخل دادن، بالاخره به 4 انجیل اتفاق کردن که او 4 انجیل لوقا، مرقس، متا و انجیل یحونا است. اینی اناجیل فعلا هم هر گروهی از مسیحی ها به این باور دارن و هر یکی از اینها از خود تعبیراتی دارد. در برابر از اینکه هر انجیلش در میان خودشان تناقض گویی های بسیار زیادی دارد، این هم اتفاقی است که این می اناجیل چارگانه امو اناجیل است که توسط شاگردان حضرت عیسی علیه السلام برشته تحریر آمده. نزدیکترین انجیلی که در اختیار مسیحا 38 سال یا 36 سال بعد از رفعت حضرت عیسی علیه السلام نوشته شده و یک تعداد نکات دیگه هم در این داخل شده که ما میبینیم که دانشمندان مسیحی این هم گفته های خود را، تشریحات خود را در این کتاب جا داده است. بنان نسبت به کتب عهد عتیق به نهایت که دست خورده است اناجیل است. اناجیل نسبت به این تورات بسیار منحرف است، بسیار تغییر است در اینجا که از هر عبارتش که اسما حساب بکنید. قرآن که میگد نزل علیک الکتاب، الله ذات عظیم است که نازل کرده بر بالای تو کتاب را که قرآن است، بالحق براستی. حق چی را میگه؟ ثابت. حق چی را میگه؟ که مطابق به واقع بوده باشد. مصدقا باوردارنده لما بین یدی، آنچه که پیش از دستی است. و انزل التورات، و نازل کرد تورات را و الانجیل انجیل را، من قبل پیش از قرآن، هدى للناس برای هدایت مردم. و انزل الفرقان، و اکنون فرود آورد کتابی که جدا کننده در میان حق و باطل است. ان الذين كفروا، هر آنانی که کافر شدند به آیات الله، به آیات الله جل جلاله، لهم عذاب شدید، مرشان را عذاب سخت، والله عزيز ذو انتقام، والله غالب و صاحب انتقام است. والله عزيز ذو انتقام، الله غالب و صاحب انتقام است. ان الله، بشک الله که معبود بالحق، حاجت روای مخلوق است، لا يخفى عليه شيء، هیچ چیز پوشیده نیست بر وی، فی الارض ولا فی السماء، نه در زمین ولا فی السماء، نه در آسمان. الله ذات است که هیچ چیز از وی پوشیده نیست، نه در زمین ولا فی السماء، نه در آسمان. بنان اقتدار الله را که داد، که همان عظمت الله و ربوبیت الله است، برای تربیت ما میگوید که ببین نعمت های الله را در زندگی خود حساب بکنین. هو الذی، الله آن ذات عظیم است که، یصورکم فی الارحام، صورت میبندد شما را، فی الارحام، در رحم ها. از جمله قیمومیت الله، تسلط الله، ربوبیت الله است که یصورکم فی الارحام، صورت میبندد شما را در رحم ها. در رحم ها صورتت میبندد. چند تاریکی است، در چندین تاریکی الله جل جلاله شما را صورت میبندد. تو صورتت میبند که یک بار متوجهش عجیب است، یصورکم فی الارحام، چشمت اندکترین تفاوت ندارد، درازی گوشت تفاوت ندارد، سوراخ‌های بینی تفاوت ندارد، ابروهای تفاوت ندارد. این کل موضوعات شما در نظر بگیرین، اگر کمک تفاوت میکرد دیگه بدرنگ نمید، دیگه بازی قواره نمی داشتی. الله او ذات است که یصورکم فی الارحام، کیف یشاء، چنانچه او خواهد، چنانچه او خواهد، چه رقم او خواهد، ذکرن او انسا، او که بخواهد مرد، کی را مرد پیدا کنه، کی را زن پیدا بکنه، کی را شقی پیدا کنه، کی را بدبخت پیدا بکنه، کی را عالم پیدا کنه، کی را جاهل پیدا کنه، کی را غنی پیدا کنه، کی را فقیر پیدا کنه. امو ذاتی که صورتت بخشیده، امو ذات عظیم در بیرون کنترولت میکند، کیف شاء، چنانچه او خواهد. لا اله الا هو العزیز الحکیم، نیست معبود بر حق مگر او که غالب
الحکیم و با حکمت است. دیگه معبودی نیست. هو الذی، الله آن ذات عظیم است که انزل علیک الکتاب، نازل کرد بر بالای تو کتاب را، منه آیات و محکمات، بعضی از آن آیات های واضح است. هن ام الکتاب، که اساس و مرجع این کتاب است. الله ذاتی است که نازل کرد بر بالای تو الکتاب قرآن را، منه بعضی از آن آیات ها، منه آیاتون، بعضی از این کتاب آیت هایی است که محکمات واضح و دلالت است. هن ام الکتاب، که ای آیت ها مرجع است برای قرآن کریم، مرجع است برای شریعت. و اخر متشابهات، و بعضی دیگر متشابه محتمل معانی و با هم مشتبه است، معانی متعددی دارد. فاما الذين في قلوبهم، پس اما کسانی که در دلشان زیغ کجی است، کجی است، فیتبعون، پس پیروی میکنند ما تشابه منه، از متشابهات آن، ابتغاء الفتنه، برای طلب فتنه، و ابتغاء تأویله، و برای طلب تفسیر نادرستی که مطابقت داشته باشد با خواسته هایشان. بعضی از آیات ها متشابه هستند، دارای معانی مختلف هستند. آنانی که در دلشان کجیست پیروی میکنند متشابهات آن را. چرا؟ ابتغاء الفتنه، برای طلب فتنه، میخواد که جنجال ایجاد بکنه، و ابتغاء تأویله، و برای طلب تفسیر نادرست آن مطابق به ذهنشان، مطابق به خواستهشان. و ما یعلم تأویله، و نمیداند مراد آن را که احتمال معانی مختلف دارد، الا الله، مگر الله جل جلاله. و الراسخون فی العلم، و ثابت قدمان در علم، یقولون، میگوین، آمنا به، ایمان آوردن به متشابه از قرآن، کل من عند ربنا، همش از طرف پروردگار ما نازل شده، و ما یذکر الا اولو الالباب، و پندپذیر نمیشوند جز صاحبان خرد. راسخون فی العلم چی میگوید؟ میگویند که ربنا، پروردگارا، لا تزغ قلوبنا، کج مکن دلهای ما را، کج مکو دلهای ما را. میگن یا مقلب القلوب، ثبت قلبی على طاعتک، ثبت قلبی على دینک، بعد از هدیتنا، بعد از آن که هدایت کردی ما را، و حبلنا، و عطا کن برای ما، من لدن که از نزد خودت، رحمتا، رحمتی، انک انت الوهاب، مسلمن توی عطا کننده. ربنا، پروردگارا، انک جامع الناس، هر آن تو جمع کننده مردمان را، لیوم لا ریب فیه، بر روزی که در او شکی در آن نیست، بنان لا تأخذنا، یا الله ما را مگیر، به زیغن، به کجی، پروردگارا ما را به کجی ها نگیر، لیوم لا ریب فیه، بر روزی که در آن شکی نیست، ان الله لا یخلف المیعاد، الله خلاف نمی کند وعده خود را. بیاین که در رابطه به این نکته ای که خداوند متعال نازل کرده بر بالای تو ای پیغمبر کتاب را، منه آیات و محکمات، بعضی از آن آیات های محکم است. واژه محکم در اصل از احکام به معنای ممنوع ساختن گرفته شده است، از احکام به معنای ممنوع ساختن. به همین دلیل به موضوعات پایدار و استوار محکم میگوید. و چرا؟ عوامل نابودی را از خود کنار میزند و سخنانی که در او دوراندیشی شورت گرفته باشد، قاطع بوده باشد، و هر گونه احتمال خلاف را از خود دور میسازد، با او کلمه هم چی میگوید؟ این کلمه بسیار محکم است. مانند در قرآن کریم آیات هایی هستند که ما او را به عنوان آیات های محکم تعبیر میکنیم. یعنی چی؟ قل هو الله احد، آیه محکم است. متشابه در اصل به معنای چیزی است که قسمت های مختلفی از او شبیه یک دیگر می باشد. بعدن به کلمات و جمله هایی که معنای آن پیچیده باشد و گاه احتمالات مختلفی در آن داده شود، با او هم چی میگن؟ مشابه میگن. منظور از آن همه آیات است، یعنی آیه هایی که دارای معانی مختلف و دارای حقایق مختلف است. برای توضیح از این موضوع
میتونیم تو بگیم که ما یحتمل وجهن واحدن، محکم امو آیت های است، امو کلمات است که به اندازه ظاهر معناست که فقط یک معنا را بدون چون چرا برای تو میدهد. مثل قل هو الله احد، بگو الله واحد و یگان است، دیگه معنای در رو پیدا نمیکن، دیگه معنا را نمیتونی بگی. اقیم الصلاه، نماز برپا دار، آتو زکات، زکات را بده، ولا تقتلوا انفسکم، خود را نکشید، واضح است. متشابه چی است؟ ما یحتمل وجوها متعددا، که معانی مختلف را پیشکش بکند. دوم تعبیر، محکم طوری که امام نحاس میگوید که ما کان قائما بنفسه لا يحتاج الى ان يرجع فيه الى غيره. محکم کلمات است، آیات است، سخنان است که قائما بنفسه، در ذات خود دلالت میکنه بر معانی خود، محتاج نیست به کلمات دیگر، به سخنان دیگر، به نظریات مردم دیگر، تا که با او با اساس از او مراجع تو مفهوم را بگیری. بسیار زیبا کلمه میگوید، محکم آیت هایی است که قائم به نفس است، ظاهر المعناست، با اندازه واضح است که لا یحتاج الى ان یرجع فیه الى غیره، که محتاج به این است که کسی دیگر را تفسیر بکند، یعنی مجتهدین را تفسیر نمیکنند، خود آیه واضح دلالت است، واضح است. خیلی متشابه میگه چیز ما یرجع فیه الى غیره، که تو برای فهم از اون مطلب مراجعه به چیز دیگری بکنی. مراجعه به چی میکنی؟ مراجعه میکنی به آیات های دیگری قرآن، مراجعه میکنی به حدیث رسول الله، مراجعه میکنی به اقوال مفسرین و به ائمه دین، بنا مراجعه میکنی. هرگاه که یک آیات در روشنی کلام غیر عمو تفسیر شود، در حقیقت متشابه است، زیرا چندین معنا داد و یک معنای از اون تو باید انتخاب بکنی، یک معنای از اون تو باید بدانی. سوم نظر میده که محکم ظاهر المعنا المراد، ظاهر معنا داره، مرادش هم واضح است، بمی بخوانی میفهمی. متشابه می غیر ظاهر المراد، ظاهر مرادش نمیتونی درک بکنی و نمیتونی او را بفهمی، مگر اینکه تو مراجعه بکنی با مراجع ثانوی. بعض علما میگه که المحکم ما عرف معناه، محکم آیه هایی است که معنای از او شناخته می شود، به هم کسی زبان عربی را یاد داشته باشد معنا را اوچت می گیرد. متشابه چیز مستأثره الله عنده، که معنای از او را خداوند متعال نزد خود نگه داشته باشد. خب آلی نمونه های از متشابه در قرآن کریم ما شما داریم. اول نمونه های متشابه در تقدیر، ما در این نمیدانیم، به این تعبیر که ما نمیدانیم که شقی کی است و صالح کی است، این را نمیدانیم. این علم است که الله این را پیش خود نگاه کرده است. ما نمیدانیم که این مؤمن کی است، منافقش کی است، الله این را پیش خود نگاه کرده است. کی است، چرا کشته شد، توسط چی کشته شد، این معنات است، این از جمله متشابهات است. یک نفر بگه خب اگر موتر نمیزدش دیگه کشته نمیشد، این دلایل پیشکش بکنی، از جمله متشابهات است. وطن دار بگذار که خیل می تو در این کار نمی کند، اگر فلانه نمی کشش و کشته نمی شد. متشابه در حروف مقطعات الف لام میم الله اعلم به مراده، ما این را نمی دانیم، از جمله متشابهات است. ببین نظرات گوناگون را ما در حدود 11 نظر دادیم، خب باز هم با ایش کدامش نمی تونستیم ترجیح بدیم، فقط یک نوع نظریاتی بود. متشابه در اعداد، الله جل جلاله می فرماید که نگهبانان دوزخ 19 ملائکه است، ولی در 19 ملائکه چی گپ است؟ چرا ای 18 نشد؟ چرا ای 20 نشد؟ چرا زیاد نشد؟ ما چرا نمی فهمیم؟ چرا 4 ملائکه مقرب است؟ ما چرا می دانیم؟ بس متشابه است، علمش پیش الله است. در احادیث و در قرآن متشابهات وجود دارد. متشابه در احوال قیامت، این را ما نمی‌فهمیم، چگونه قیامت برپا می شود، ولی دیگه در او داخل بسیار نشد. یک تعداد میگه همین زمین است که دیگه زمین است،
در زیر دوزخ هست، بالا دوزخ هست، چی ناقی ضرورت داری بری؟ اما قصد که الله چیزی که بخواه امور برات میدهد، آتش که به کافر میده، خدا کنه که در آسمان برش داد، در زیر زمین برش داد، سر زمین برش داد، خود زمین برش میدهد. بیمعنا چرا ناقی خود دخالت میکنی؟ الله بر تو مسلمان جنت میدهد، این وعده الله جل جلاله است. ولی که در آسمان باشه تو رشید، در زمین باشه چی، خب بر تو جنت است با امون نعمت های وافرش الله برت میدهد. پل صراط است، الله سر تیرت میکنه که بخوای نخوای تیر میشترش. بنان چی داری متشابهات ناقی و سرگردان خدا میکنی؟ این از جمله متشابهات است. الله جل جلاله ارشاد میداره به این تعبیر که ما بگیریم، هو الذی، الله آن ذات عظیم است که انزل علیک الکتاب، نازل کرد بر بالای تو کتاب را، منه بعضی از آیات آن محکمات واضح و دلالت است، روشن است، هن ام الکتاب، این مرجع است به کل قرآن. هر آیاتی که متشابه هست چیش بگو دورش بده به کجا؟ به محکمات. در محکمات برای تو تعبیرش میده، تفصیلش میده و معلومات برات میده. و اخر متشابهات و بعضی دیگری از آیات هایست که محتمل معانی است، معانی های متعدد دارد. به اعتبار اصول فقه ما میگه لفظ مشکل کدام لفظ است؟ باز میگه مشکل عبارت از لفظی است که تعدد معانی داشته باشد. تو را ایران بکنه کل دهی چند معنا کدامش را بگیرم؟ تو را پیدا کرده نمیتونی مگر اینکه تو مراجعه بکنی به دلائل خارجی. متشابهات معانی گوناگون دارد. ارگا به محکم مراجعه بکنی، به حدیث رسول الله مراجعه بکنی، به اقوال مفسرین کرام مراجعه بکنی، معنایش پیدا میکنی. به این تعبیر که شود خود به خود میگه و الراسخون فی العلم یقولون و ما یعلم تأویله الا الله، نبین تأویل امی متشابه را مگر الله و الراسخون فی العلم، و آنانی که الله برشان پایداری در علم داده باشد. اینا به مراجعه به معانی ثانوی مفهوم از این را پیدا میکنه. یک تعبیر متشابه، فاما الذين في قلوبهم، پس اما کسانی که در دلشان کجی است، فی قلوبهم زیغ، در دلشان کجی و انحراف است، فیتبعون، پس پیروی میکنن ما تشابه منه، از متشابهات قرآن. صریح محکمات را اعلام میکنه، هر جایی که بیشین چی میگن ولسه به تقدیر چطور است؟ آمردکه یک بار از خود پرسان بکو، تو علم نداری عزیزم، نمیفهمی. باز تکرار میکنم قصه خود را. ما در یک جای ششته بودیم، در ختم یک برادری ما بود، یک انجینر صبح ما گفت که دیگه نان قریب است دیگه میاره. همین قصه را پرسان کرد که همین تقدیر خدا یعنی چی سه؟ ما میبینی کنه یک نفر هم موتر زد، اگر موتر نمیزد و شو نمیمرد دیگه. بنان دیجا موتروان اگر تقدیر نواشته کرده باشه که این نفر هم موتر میزد، خیلی موتروانش رو بندی میکنه. اگر قید بوده باشه که فلانه نفر فلانه رو میگه، چرا او رو قاتل میگوین؟ چرا با دوزخ رویش میکنین؟ این گپا رو خوب تا بالا کرد. بعد برش گفتن که انجینر سا مرا اهل میدونی برزی که سوال برد بتم؟ جواب برد بتم؟ گفت بلکل اهلت میدونم. بنان گفتم به تو امر میکنم که یک هفته در خانه ما یک ساعت بیا درس بخوان. امر میکنم از امیم روز بیا، هر روز یک ساعت درس بخوان. بعد از یک هفته باز تو میفهمی که تقدیر چی را میگوید. هر تو باید بفهمی که ما نمیتونیم مثل که به یک طفل بسیار گپ کلان موضوع را مطرح بکنی. تو طفل واری هستی، نمیفهمی موضوع را. از یک چند کتاب او طرف خیالت مطالعه کردی، مفتکی رفتی سر تقدیر میشستی. و تقدیر تو چیزی نیست که تنها ما در این بند شده باشیم. در تقدیر یعنی مسلمان ها تنها بند نیستن. در تقدیر تمام بشر بند است. تمام مخلوق بند است. صرف تفاوت میکنن. ما میگیم تقدیر از آن الله است. پیش الله نقشه است. دیگر او را تصادف میگوید. اما قدر است. دیگر او برش تصادف میگوید. برش بگو که تو تمام آمادگی خود گرفته بودی، که صبح بری چارکار با تمام قوتت ترقی کرده نرفتی، تو یک حادثه شد. امیره چی میگی؟ صحیح تصادف بود. تصادف نگو، تقدیر الله بود، در اینجا حکم الله بود. تو نقشی تو پلان تو مخالف افتید با پلانی که الله تعیین کرده بود. بنان پلان تو هیچ ارزش نداره، پلان الله تطبیق میشه. اینی رو تقدیر میگه. در مابین از این داخل نشو،
در مابین از داخل نشه خود بدبخت میکنه. عین شکلش متشابهات. مثلا قبلا کسی پرسان کرد چرا خداوند متعال شهادت دو زن یک مرد فکر کرده و یک مرد دو زن به اندازه یک مرد به ما معرفی میکرده. ای برادر گرامی، متشابهات چی دست میزنی؟ حکم خدا هست، تسلیم برش رو، ناقی ناقی گپای ننزن. قراره که بگو الله همه تو گفت همه تو هستی، ای حق هست و ای تسلیم شدن به حکم الله هست. فاما الذين في قلوبهم زيغ، آنانی که در دلش کجی است، فیتبعون ما تشابه منه، پیروی میکنه از متشابهات آن. نماز خدا یاد نداره که از پیش پرسان بکن سجده سهو چند جا لازم میشه. والله صاحب نمیفهم، باز میگه تقدیر شده میشه، حقوق زنش شده میشه، فلانش شده میشه. اول نماز دا یاد نداری، خدا تو را هدایت بکنه. اول نماز دا یاد بگی، باز دیگه گفا را یاد بده. فیتبعون ما تشابه منه، چرا میخوای علم زیاد شه؟ نه نه، ابتغاء الفتنه، به خاطر طلب کجندیشی دیگر را تشویش پیدا بکنه، مسلمان ها را کج پلیچی بدهد. و ابتغاء تأویل، و برای طلب تفسیر نادرستی آن مطابق با خواستش. یک بار میگه پلورالیزم حق است، یهودیم جنت میره، نصرانیم جنت میره، اوندوم جنت میره، مسلمان هم جنت میره، کلگی خو یک خدا را عبادت میکنه. ولی دیگه ایران بانی که خدا ایره چی میکنی؟ دلیل از قرآن باز میگه این الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله والیوم الآخر. ای آیت برد میگه تالی نمیفهمه که قرآن تفسیر میکنه. این میست بخاطر چی؟ ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. و ما یعلم تأویله و نمیداند مراد آن را. تأویله مراد آن را، تأویل در لغت به معنای بازگشت دادن چیزی است. بنان هر کار یا سخنی که به هدف نهایی آن برسانیم او را چی میگیم؟ تأویل میگیم. و هم مثل که در داستان حضرت موسی و خضر میگیم که انک لن تستطیع معی صبرا، ای را که پیش میکنه باز میگه که ما رسیدیم به مجای خود، به امین قای ما لم تستطیع ای صبرا، هذا تأویل ما لم تستطیع علیه صبرا، ای انجام همون کاری است که تو توان رفتن رو با من پیدا نکردی. بنان نتیجه کل داستان اینی شد. هم به سخنانی که دارای مفاهیم و اسرار باشد که در آن نهفته باشد و هدف نهایی آن را تشکیل میدهد، به این هم تأویل میدهد. به همین عنوان مجموعا تأویل در قرآن کریم به سه معنا به کار رفته است. یکی صرف لفظ عن الاحتمال الراجع الى احتمال المرجوح، یک صرف گردانیدن یک لفظ است از معنایی که راجع است به معنایی که او مرجوح است. یک تأویل امی معنا را میدهد. لدلیل یقترن بهی، به اساس دلیلی که به این دلیل پیدا شده است، معنای راجح را مرجوح میکنی، به مرجوح برمیگردیم. چرا؟ به اساس دلیل خارجی که تو برش به این معنا ملحق شده که این ضعیف را قوی میکند. این اصطلاح متأخرین است. دوم، تأویل به معنای تفسیر به کار رفته است. کوچی است فهو کلام یفسر به الآخر حتی یفهم معنا، ایتو یک کلامی که به کلام دیگر متصل می شد و او را تفسیر می کند، ایرم تأویل می گوید. سیوم، هو الحقیقت التي یؤول الیها الکلام فتأویل ما اخبر به عن ذاته و صفاته فهو حقیقت ذاته. حقیقت در حقیقت، حقیقت است که به او کلام مراجعه پیدا می کند و حقیقت شی را برای ما چی می کند؟ معرفی می کند، مثل اسما و صفات الله جل جلاله. در اینجا الله می فرماید که انسان‌هایی که در متشابهات خود غوطه می‌کند، نمی‌دانند تأویل آن را، یعنی هدف نهایی از این کلمات را پیدا کرده نمی‌تواند و نمی‌تواند خود را به او برسانند، ضعیف هستند. تو تقدیر کی می‌فهمی؟ تو کی می‌فهمی که چرا خداوند متعال نو ملائکه را دو عشت ملائکه نکرد، نوزرش را عجده نکرد، عجدرش را بیست نکرد؟ چون تو نمی‌تونی احوال قیامت را درک بکنی، مغزت کوچک است. و ما یعلم تأویله و نمیداند مراد آن را الا الله، مگر الله. و الراسخون فی العلم، ثابت قدمان در علم، مردم های با شخصیت و بزرگ، یقولون میگوین آمنا بهی، ما ایمان آوردیم به این، کل من عند ربنا، همش از طرف پروردگار ما آمد. یعنی معنا چی؟ جز الله مسائل تقدیر و متشابهات را نمیداند.
از ما که به مراتب مراتب علمای بزرگ چی میگوید؟ آمن نابیه کل منن ربنا، ما ایمان با او آوردیم، سر ما به خلاص نمیشود و از طرف خدا به ما نازل شد. وقتی که بزرگترین علما چنین میگوید، ما تو خو بسیار چارغوک میریم، ما تو خو بجاده علم نمیتونیم بریم. عزیز به اندازه کوچک از علم ما در مقابل علمای بزرگی که تعجب میکنه انسان به اونها، او که میگه نمیفهم، ما تو خو باید بگیم که نمیفهمیم. و ما یذکر الا اولو الالباب، و پندپذیر نمیشوند مگر صاحبان عقل. اگر میخوای که از این محبوبه بیرون برای چی بگو؟ عجز تواضع و انکسار و فروتنی تا به الله پایین بگو. بگو ربنا پروردگارا لا تزغ قلوبنا، دل ما را کج مگردان یا الله، که در پشت متشابهات شله شوم و محکمات قرآن که بینهایت زیاد است به این مصروف خود نکنم. بعد از هدایتنا، بعد از آن که هدایت کردی ما را، و هب لنا و عطا کن برای ما من لدن، که از جانب خودت وسیله ای که به او برسیم به حقایق. انک انت الوهاب، بشک تو استی عدا کننده خیر. ربنا پروردگارا انک جامع الناس، تو جمع کننده مردمان را. لیوم لا ریب فیه، به روزی که در آن هیچ شک نیست. بنان لا تأخذنا بزیغن، پروردگارا ما را به کجی ها مگیر. ان الله لا يخلف الميعاد، بشك الله خلاف نمی کند وعده خود را. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.